خوشحال آمدیم به کانادا بیزنس منیجمنت کالج کانادا بی ام سی. از مجموعه دوره های سمارت بیزنس و دوره های مشابه دیگه که در حال انجام هستیم، امروز برنامه سمارت چینج رو داریم. تغییر لازمه هر ارگانیزیشن و شرکت و هر بیزینسیه و لازم داره که این هر ارگانیزیشن به این فکر باشه که در زمان مناسبش، در زمانی که لازمه، چینج رو داشته باشه. چینج یه اتفاقی است که باید تو بیزینس بیفته و ربطی نداره که شما در چه نقطه بیزینسی حضور داری، و هر زمانی که این نیاز بشه به دلایل مختلفی که باهاش صحبت خواهیم کرد، شما به این فکر میفتی که اون چینج رو در سیستم داشته باشی، تغییرات رو در سیستم پیاده کنی. اصولا چینج، تغییر، از وقت شما بخواد. اصولا تغییر از یه سری عوامل، یه سری مسائل رو در دسته‌بندی مختلفی که در بیزینس ایجاد میشه باعث میشه که یه ارگانیزیشن به این فکر بیفته که یا از روی اجبار مجبور بشه که ساختار خودش رو به صورت کلی تغییر بده، یا بخش‌هایی از ساختارش رو اصلاحات توش انجام بده. پس تغییر میتونه یک تغییر ساختاری اساسی باشه در تمام گوشه کنارها و تمام یک تشکیلات، در همه جاهای یک تشکیلات، و یا اینکه میتونه به عنوان یه تغییرات کوچیکتر، حالا این کوچیکتر میتونه سایزهای مختلف داشته باشه در یک دیپارتمنت و یا دیپارتمنت های مختصرتر، کوچیکتر، یا حالا چند دیپارتمنت تغییر نیاز داشته باشه. و اصلاحات بخشی از دیه تغییره. تغییر همونطور که از اسمش مشخصه تغییره، یعنی باید اون تشکیلات، اون ارگانیزیشن، اون بیزینس، یعنی یک جای کار میلنگه و نیاز به این داره که اصلاح بشه و نمیتونه که بدون هیچ نتیجه ملموسی ما بگیم که تغییر اتفاق افتاده. پس همیشه در اثر تغییر ما داریم به یه سری نتایجی باید برسیم که براش نقشه کشیدیم. اما تغییر یه عواملی هست که عوامل متعددی میتونه شما رو مجبور بکنه به اینکه تغییر رو جزو اساس کارتون بذارید و بخواین که این تغییر رو در سیستمتون پیاده کنید. یکیش تکنولوژیه. اتفاقات که در تکنولوژی پیدا میشه، در دنیای تکنولوژی، بعضی وقتا باعث شده که در بعضی موارد دیده شده که تونسته کل یک بیزینس، در مورد بیزینس های کوچیک صحبت نمی کنیم، در مورد بیزینس هایی که با ده ها هزار کارمند و میلیون ها دلار تشکیلات بودن، و به خاطر اینکه خودشون رو دیر اومدن مچ کنن با تکنولوژی، و یا اینکه در مارکت خودشون خیلی قره بودن، خیالشون راحت بود که همه چی مال ایناست و همه جا دست ایناست، به خودشون که اومدن به جنبن دیدن که نه، تکنولوژی از اینا رد شده و واقعا مثل این آسفالت هست صفر میکنه، این اومده اینا رو له کرده رفته، و اینا تا نفهمیدن
میگن داغ حالش نیست، داغ بودن نفهمیدن اصلا چی برای اینا گذشته. حالا که دارن میخوان ببینن، به خاطر اینکه اینا هم پول دارن و همین که شرکت های عظیمی هستن، پول دارن، همه چی در اختیارشون هست، بعد مشتری بیس مشتری مرتبی دارن، خیالشون از همه چی تخته. در صورتی که تکنولوژی زمانی که میاد ویرانگره، یعنی اینکه تکنولوژی وقتی میاد و شما پیشبینیش رو نکرده باشی، باش نقشه‌ش رو براش پیاده نکرده باشی تو بیزینس پلناتون، اگه یادتون باشه الان جزئی از مهمترین بخش‌های بیزینس پلن این پیشبینی بخش‌های تکنولوژی، بخشی هست که چه اتفاقاتی میفته در آینده تکنولوژی کارهایی که میکنید اون اینداستری، باعث شده که باعث میشه که شما رو حواست باشه که خودت آپ تو دیت نگه داری با تکنولوژی. یعنی الان این شکلی نیست که شرکت‌های بزرگ ببینن امروز چه خبره، شرکت‌های بزرگ دارن ببینن فرداها قراره چه اتفاقی بیفته و بر اساس اون فرداها اومدن نقشه‌شون رو دارن میکشن و پیاده میکنن دیگه. حالا مثالش همینجا برامون همه کارگر داره میزنه که نوکیا و سونی و اریکسون و موتورولا ببینید چه سرنوشت عجیب غریب پیدا کرد. حالا همه اونا یه طرف، نوکیا برای خودش دیگه همه مارکت مال اون بود دیگه، اما با اینکه اونها مسیر آهسته ای رو داشتن میرفتن، چطوری رایم؟ مسیر آهسته و پیوستی رو تازه در جریان بودن، داره چی میگذره مارکت رو تو ذهنشون بود، داشتن یه کلیاتی میدیدن، ولی به خاطر این قره بودن، یعنی زوری که اینا تو مارکت داشتن و همه چی مال اینا بود، فکر میکردن که اصلا نشدنیه، که اینا میگفتن خب فعلا که ما داریم از این پول در میاریم، از اینا داریم پول در میاریم، چه عجله بیاییم مثلا یه ها چیزای جدید تری رو بخواییم رو کنیم، مثل این قضیه همین دنیای گوشی های هوشمند و اینا رو. مگر من چون خیلی از نزدیکی داستان رو دنبال میکنم، یه سیستم عاملی داشتم مثل الان که آی او اس و اندروید و اینا هست، اینا یه سیستم عاملی روش کار میکنم به نام سیمبیان و اینا، فکر میکردم خیلی همه چی داره عالی جلو میره و اینا، حالا فعلا که دارم پول در میارم بذار در بیارم. این سرنوشت برای خیلی ها پیش اومد، حتی اون کسانی که روی اینترنت جز به سفیرهای اولیه اینترنت بودن، کاردرستای اولیه اینترنت بودن، این بلا سرشون اومد که جا موندن از این قصه. و بنابراین یکی از عوامل تغییر چیه؟ تکنولوژی. که ما علاوه بر اینکه باید به طور جدی بهش نگاه بکنیم، خیلی وقتا الزام ایجاد میشه، یعنی که متاسفانه ای کاش این اتفاق همیشه در پیش بینی بشه و تغییر رو ما با خواسته خودمون جلو بریم. تغییراتی که در اثر اجبار اتفاق میفته اصولا تغییرات ارجنت، و شما تغییرات رو به دو دسته تقسیم میکنید، تغییراتی که دارید شما با پلن خودتون بر اساس یه پیشگیری، بر اساس پیشبینی دارید انجام میدین، کل تغییرات رو به دو دسته تقسیم میکنید، تغییری که در اثر اجبار مجبور میشی که تصمیمات سریع بگیری، که یعنی آوار در حال ریخته شدنه و شما مجبوری که دنبال کنید. بله، کلمه فارسی قشنگیش هم امید علوی گفت، دو تا دستبندی میکنیم، تدریجی و آنی، که حالا این تدریجی و آنی که به فارسی نوشتیم رو شما به همین شکلی که من میگم هم در اصل پیش نگاه کنید. اون آنی اصولا بر اساس نیاز و اجباره، که حالا تغییرات اجباریه، در اصل مجبور شدیم به این که این کار بکنید. و اون تدریجی ها اصولا مایی هستن که شما خودتون دارید پلن میکنید، عاقلانه اسمارت دارید نقشه میکشید که مجبور نشم روزی روزگاری در اصل اجبار این تغییرات رو انجام بدم، همین امروز این تغییرات رو شروع کنم و نذارم به اون زمانی که اجبار ختم بشه. پس تکنولوژی یکی از اون اتفاقات باعث و بانی های تغییرات اصولا، چه از نوع ارجنتش، چه از نوع اجباریش، چه از نوع خودخواسته. تغییرات مدل گروه دوم تغییرات، یعنی جزء دلایل تغییرات، گروه دوم اتفاقاتی است که در مدیریت پیش میاد. در مدیریت ممکنه مرگ و میر پیش بیاد، به هر دلیل یه نفر از تو مدیریت میخواد بره بیرون، اون افراد کلیدی مدیریت هستن و از اون مجموعه میرن، و وقتی که این مدیریت تغییر میکنه یا مدیران جدید میان، اصولاً با یه اصلا همین الان وقتی مدیر رو دارن میخوان استخدام کنن، مدیر رو با پلن استخدام میکنن، یعنی مدیره که میاد تو مصاحبه هاش و اینا اصلا ازش میخوان که آقا پلن چیه برای این مجموعه، میخوای با این مجموعه چیکار بکنی،
یعنی باید این مجموعه رو بیاد مثل یه پایان‌نامه تحصیلی باید بیاد دفاع کنه از پلنی که میخواد اجرا کنه و در اصل بر اساس پلنشی که داره میاد. وقتی یه پلن به خودش میاره یعنی چی؟ یعنی داره تغییر به خودش میاره. پس دلیل دوم، تغییر و تحولات که در مدیریت پیش میاد باعث میشه که منجر بشه به یه مجموعی از تغییرات. گروه سوم دلایل گروه فاینانشاله، یعنی گروه سوم گروه مالیه، مسائل مالی. مسائل مالی یکیش میتونه از ضرر دادن یه شرکت شروع بشه. یه شرکت داره ضرر میده و اون ضرر دادن رو تا یه اندازه‌ای تحمل میکنه و از یه جای دیگه رایان میگه که یه بار دیگه این قسمت رو بگیم، چه مدیری باید خودش پلن داشته باشه؟ مدیر مارکتینگ. شما وقتی که در مدیریت داری آدم میاری، عملا یکی از چیزهایی که از اینها میخوای میگی که آقا با پلن بیا. یا اصلا مدیری که میخواد بره یه جا در سطح مدیر استخدام بشه، خودش اگه بچه زرنگ باشه باید بره و بگه من با پلن، یعنی بره اونجا رو شناسایی کنه، اون جایی که قرار بره آشنا شه با تشکیلات اونا، تاریخچه اونا، وضعیتشون تو مارکت، و برداره ببره توی اونجا و بگه که من برنامه دارم. یعنی اینکه مدیران اصولا اگر کسی به سطح مدیر داره استخدام میشه الان باید با برنامه بخونیش. فقط رزومه مهم نیست، رزومه هیستوری طرف که الان آخرین وضعیت این آپدیت این آدم کجا بوده، چی کارا کرده، و حالا میگه آقا با چنین چیزی تو چه برنامه میتونه اجرا کنی اینجا. مگر اینکه شما داری بر اساس یک برنامه آماده که سیستم چیده داری مدیر استخدام میکنی که اون بحث دیگه است، که اونم به شکل دیگه ای رو باز میتونی آدم رو امتحان بکنی و به اون آدم برنامه رو میتونی بدی و بگی که آقا تو نقشی که در خودت داری میبینی، مدلی که میخوای اجرا کنی رو برای من بردار بیار و ببینم چی میگی برای گفتن. بله، ما برای همین اسمارت درس میدیم دیگه، همه چیز ما اسمارت. آقای رایان خان در تشکیلات، در موضوعات فاینانشال، یکیش میتونه مجموعه مشکلات ضرر دادن باشه. مسئله بعدی میتونه درآمد پایین باشه، یعنی ضرر نمیده ولی درآمد سطحش پایینه. داره نگاه میکنه میبینه که درآمد خیلی لب مرزیه، یعنی یه چیزیست که میتونه با یه اتفاقات خیلی الکی کوچولو باعث بشه که اتفاقات خیلی بزرگ و بدی برای سازمان پیش بیاد و سازمان بیفته توی دردسر، اون مجموعه، اون شرکت گیر بیفته به خاطر مسائل و نتونه از عهده کل خودش بر بیاد و یه دفعه به ضررهای سنگین برسه و توش گیر بیفته. یعنی مجبوره به خاطر این تغییرات داره از دل این مسائل مالی براش ایجاد میشه و به فکر میفته چه ضرر چه درآمد پایین فرق میکنه. هر دو اینو به فکر میندازه که آقا باید یه کاری بکنیم، چون درآمد پایین و لب مرزی یکی از خطرناکترین چیزهاست در بیزینس ها، خطرناکترین لاین های بیزینسیه و شما تا یه اندازه میتونین ریسک بکنی. این ریسکش خیلی بالاست که شما داره روی خطی حرکت میکنین که با یه عامل خیلی کوچیک ممکنه شما رو ببره زیر خط ایون، یعنی ضرر نمیکنی، یهو ضرر شروع میشه و نمیشه جلوش رو گرفت، چون دیگه وقتی سرازیر میشی دیگه سرازیریه دیگه، دیگه افتادی تو سرازیر. گروه سومی که داریم در واقع صحبت میکنیم، مسائل مالی، شرکت به این نقطه میرسه، سازمان به این نقطه میرسه که میخواد از بانک ها یا سرمایه گذارهای بزرگ پول وارد کنه. این پول وارد کردن چه میتونه در قالب وام باشه، چه میتونه در قالب سرمایه گذار جدید، یعنی مثلا سهامدار جدید باشه، و این آدم ها نیاز میبینن یا استایل خودشون رو دارن، یه استایل کاری خودشون رو دارن و میخوان اون ساختار رو توش چنج نشه، پاشون رو وسط نمیذارن. یعنی در اثر اجبار ورود پول که شما میخواین پول تو سیستم وارد بکنید از طریق سرمایه‌گذارهای جدید، حالا چه به عنوان وام و چه به عنوان شریک،
مجبور میشید که ساختار رو تغییر بدیم. فکر نکنید که حتما باید افراد شریک باشن تا شما این تغییرات رو بدین. میتونه اینطوری باشه که شما به خاطر وام هم مجبور باشین اون ساختار رو تغییر بدین، همونطوری که در بیزینس پلان میگفتیم که شما وقتی میخوای یه بیزینس پلان به یه بانک بدی، این بانک ها یه استانداردهای مد نظرشونه که شما اشتباه ترین کاری که میتونید بکنید این است که بیاین بیزینس پلن خودتون رو با همون شکل و شمایی که دارین بدون در نظر گرفتن استانداردهای اونها اون رو بفرستین برای اونها. پس بنابراین مجبورید بیزینس پلنتون رو با استانداردهایی که اونها میفهمن و میخوان بخونن در نظر بگیرین و ماجرا از همینجا شروع میشه، یعنی داستان قصه از همینجا شروع میشه و شما با در نظر گرفتن همچین چیزی شاید اینقدر براتون پول حیاتیه که نیاز به ورود پول دارین تو تشکیلاتتون مجبور بشین و که برین تو وادی این که یه تغییراتی در کارتون ایجاد بکنید و تا اینکه بتونید کارتون رو جلو ببرید. پس چنج با مسائل مالی میتونه ایجاد بشه. روش دلایل از گروه دلایل، دلیل چهارمی که میتونه تغییرات با خودش بیاره قوانین و مقرراتی است که توسط دولت‌ها گذاشته میشه، دولت‌هایی که شما باهاش طرفین در کارتون. این اتفاق یه جایی است که دولت‌ها که میگیم دلیلش این است که یک دولت به معنای که شما توی جایی که جاتون هست، یعنی شرکت شما مستقره، و جایی که